تهران چیز، تهران چیز، سم در اومد الله اسمارتیس و اینا. جوابش اومده مشکی اینو به خودش بس که برداشت کرده و دیسپک داده، چون به نظر من این دیسپک نبود، چون من خیلی وقت پیش این کار رو واسه من آشنا فرستاده بود، گوش داده بودم و اینها، و نمیدونم البته شاید اون ورژن نهایی که اومده عوض شده، چون اون چیزی که آپلود کردن رو گوش ندادم، فقط میتونم میدونم بیتش رو عوض کردن، از قبل گوش داده بودم و اینا. دیس نبود، یعنی اصلا قبل از این ماجراها بود، دیسپک نبود، اصلا یه چیز دیگه بود، ولی خب تیکای کلی داشت که آقا مثلا ما اینجا هستیم و حالا خیلی میخوام با ما درگیر شن و این داستان ها، ولی ما خودمون اصلا تای بازی و اینا خیلی فهمیم، چون به پانچای هم اون ورژنی که من گوش داده بودم اصلا نمیخورد، یعنی اصلا از لحاظ تایمی که بخواد جواب بده نمیدونم، حالا شاید چیزی گفته چیزی برداشت کرده، اگه میدونید بنویسید، اگر تغییری داده شاید بهتره مال آشنا رو هم گوش کنیم ببینیم چه جوری است. حالا در صورت میخوایم بریم دیسترک جدید مشکی به اسم نکروفیلیا، البته فکر می‌کنم تلفظ درستشه، که مرده خواهی و مرده بازیه دیگه، یعنی اون دوستایی که میگه مردزه اونا چیزن، یعنی اینو فتیشه که دوست دارن با مرده ها، خیلی کریپیه اصلا به مرده چیکار داری؟ آره، ولی اسم آهنگ اینه، اسم خیلی کثافتیه، امیدواریم آهنگ در این حد این اسم خودش کثافت نباشه. ساب و لایک و این داستانو یاد نره، بریم که داشته باشیم. افسانه های حشاشین، اوکی وات در حالی که داشت میخوند اون داشت شیکا میکرد وات. اینو من یاد یه موزیک ویدیو دابیبی بود، اسمش یادم رفته، دختره اون پایین یه چیز گرفته دستش، ساین روش نوشته سانسور رو مقوا، خیلی ایده جالبیه. خانه این رپ لعنتی واسه من مراقبه است، حقیقت میکشم بیرون ازش که مکاشفه است، شما همه تو ما نسل یکی مقایسه میشید، ولی مشکی فقط با خودش تو مقایسه است. خب این جواب دقیقا همون بار آشنایی که میگه من و نسل یکی ها مقایسه میکنن اینا، رپ واسه من مثل مقاربه است، اومدم همه تونو آنم حقیقت رو در میارم، میگم مکاشفه است، مکاشفه فصل آخر انجیله که حقیقت قیامت رو میگه و اینا، بر بعضی ها مکاشفه میشه میفهمن چه خبره و اینا. تو معاشناشون کردم با یه رپر جقیتی که میندازی خواهی نداری تنه بزنی، 25 میلیون ویو باشه حلالتون، ثمره گز کشیده نه ثمره یه رپ قوی، من تو 17 سال گیام بودم چپ خیابون، بازمانده آبانم شیم بره تو بچگی هاتون، بازمانده آبانم میره تو بچگی هاتون، بیادبی قبول، من تو 17 سال گیام بودم چپ خیابون، بازمانده آبانم شیم بره تو بچگی هاتون، روی سگت هم بیاد بالا که پامریان فنگی، فاز سرابی واسه من بچه بیناموز. این سگ کوچولوه دیگه، پامریان سرابی، عکسا رو دارید میبینید تو از اینایی، حالا سگم بشی خیلی نازت میکنی. یاتون روی سگت هم بیاد بالا که پامریان فنگی، فاز سرابی واسه من بچه بیناموز، تو از سفره بی سفره ها غذا می. این صدا سگر اون زیر لگت بهش زدن چیکار کردن؟ این ساند افکت سگر جالب نبود گذاشتی ها، اون داشتی زجر میکشیده اون بچه. بالا که پامریان فنگی، فاز سرابی واسه من بچه بینامون، تو از سفره بی سفره ها غذا میگیری لوبتی، من به حقانیت حقشون قلمم خوردم، این منو دیستم خداوند علموتی ها. اوفان شد چه بادیزه اینجا که گفت تو از سفره بچه های بی سفره غذا میگیری و این داستانی، همچی چیزی گفت، حالا این چیزی گفت تو از سفره بی سفره غذا میگیری، اون یعنی منظورش اینه که شاف میکنی اون موزیک ویدیویی که گرفته بود برای بچه کار بود و اینا، منظورش اینه. میگیری لوبتی، من به حقانیت حقشون قلمم خوردم، این منو دیستم خداوند علموتی ها، تو رو دسته بندی میکنن داره پرای دولتی، من تو رو خوب میکنم این با تراپیم، مثل بعضی ها نیستم بزنم کتابی از تو رو، حتی بدن مادرت هم زود پست زده، نشون به اون نشون به دنیا اومدی سزاریم، با تو میریزونم بشته میدم کار لکی، جمالت خوردنی یه گوگولی تو با نمکی، سلامتی هرچی 17 ساله با شرف علل خود شاه دخت ایران نیکا شاکرمی. یه دقیقه وایسا، یه دقیقه وایسا، این کتابی حرف نمیزنم اینه تیکه به پیاده هست؟ بعضی ها نیستم بزنم کتابی از تو رو، حتی بدن مادرت هم زود پست زده، نشون به اون نشون به دنیا اومدی سزاریم، یعنی زودتر از 9 ماه به دنیا اومده، 6-7 ماه به دنیا، ربط عجیبی بود. تو تو میریزونم بشته میدم کار لکی، جمال خوردنی یه گوگولی تو با نمکی، سلامتی هرچی 17 ساله با شرف علل خود شاه دخت ایران نیکا شاکرمی، ننگ خانون عظیمی ننگ ترکا، وزیما تو مد دادم شدی ترند پرناب، مردم گیم به کامت بینری دمش کم. حالا هم آبان اشاره کرد هم اسم نیکا شاکرمی رو، دمش کم، میدونید دیگه داستانا رو، هم نون عظیمی ننگ ترکا، وزیما تو مد دادم شدی.
همه ترند های پورنو ترند پورنو مردونه گیم به کامت بین ریف و زربا بکتونو میزنم با به شکست پورتال سخاجیم جا تو و قلمی بگو استاد حتی پورتال حالا پورتاله برای جابجایی چیه سفینه زربا بکتونو میزنم با به شکست پورتال سخاجیم جا تو و قلمی بگو استاد در زاد و بیسی کچیم جت فرندی اخلان اینجا یه کوچولو چیزش افتاد دلیوریش افتاد سقفم شد البته که خب زیرنویس داره ولی جا داره به اشاره کنیم که چه استایل جدیدی داریم از آشنا از نسبت به خودش نشنیده بودیم قبلا اینجا پورتال سخاجی هم جا تو و قلمی بگو استاد در زاد و بیسی کچی هم جت فرندی اخلان خلاصه یه ترجمه یه حرفایی که گفتم یعنی کونه تاره پور از مخن نسه سوزبار سولی که خورم سلطانی جنده یه دولت و عثمانی بیا اوکی تو همون ورژن هم که حسن فرستاده بود این بود که تو نظر سنجی بعد من بعد خورم سلطانم یا خورم سلطان بعد منه و اینا اشاره به اون کرد دیگه که من خیلی یعنی ویون بالای و دنبال منن و اینا دیگه یعنی چونه تاره پور از مخن نسه سوزبا سولی که خورم سلطانی جنده یه دولت و عثمانی بیا قبولش کنی با چیز کسگری بازداری ولی بچه سبا نمیذاره چونه دولت و تو ته تهش اسنیچی چقال یه مخبر دوزاری نیکروفه اسنیچی و اینا رو دیگه حالا درسته اون داستانه که اون مجریه حالا بود و اسمش هم یادم رفت حالا تو یوتیوبش شد و اینا مخبر حال میدیم مثلا یه طرف با یه آدم های گنده داشت کار میکرد که بگیم مثلا اینو دادن که این بره اون تو مخبری کنه همچی چیزی نیست اصلا تا فکر نمیگم تو این سن و سال اصلا همچین چیزی تعریف شده باشه اصلا نمیدونم میگه نکروفیلیام جنازتم میگارونمش ولی بچه سبا نمیذاره چون دولت تو ته تهش اسمیشی چقال یه مخبر دوزاری نیکروفلیان جنازت هم میگارونمش چون مشکی دبید روانی یه رو کار حجوبه من پله اومدم بالا پک از خارا آسان سر تنها نقطه چی هم که دیدم سوراخت بوده خودم ایوال ایوال خوبی تیکر جواب داد ایوال ایوال البته بازم میگم این ربطی به اون ربطی به مشکی نداشت ولی خب مشکی اومده اونا رو به خودش برگردونه اوکی نت هم بچه ها قد شد توفان زد نت اینجا پرید یه دقیقه برم فیکس کنم بیام خب نت ما برگشت بریم ادامه شجی این نت ما رو سرویس کرده الان طوفان شده آه طوفانه برو بریم ادامه ویدیو رو دست ندیم کف تهران ساختم یه نیو علموت جا هم داریم میبینیم علموتی شو بغل برج میلاد اوکی اوکی خب شنیدیم با هم نکروفیلیا رو از مشکی در وهله اول من فکر می‌کنم لزومی نبود که اینو منتشر بکنه چرا چون خیلی بیست و مستقیم نبود اما برداشتی که من میتونم داشته باشم اینجوریه که ببین حتی اگر ریزه بغلم رچین میام میزنمتون گرچه که قبلا زدم کشتمت ولی خب متاسفانه من نکروفیلیا دارم به جنازتم رحم نمی‌کنم دوباره میام برات چرا عدو برقی داره میزنه و اینها اینجوری بود لزومی تو دادنش من نمیدیدم اما خب میگم این هدفش رو دیدم و درک میکنم باحاله میخواد مثلا برای افراد بعدی که قرار بیان تو این داستان یادش حواستون باشه مثلا ما هاردیم و اینا تو لیگ خودمون و اینا و من اولش داشتم فکر میکردم که شاید حالا ویو قبلیه چسبیده اینا گرچه که خود چیز مشکی ویوش بدی نیست ولی خب آشنا و اینکه دیس آشنا فلان و اینا خب به هر حال هر بیفی یه اوریج ویو اضافه‌ای رو میاره ولی خب خودش هم اینو گفت یعنی پیش بینی کرده بود که اینو میتونن حدس بزنن و در ادامه اینو گفت که اینم خودش هوشمندانه بود یه هاردکور رپیو ارائه میده که باحال تو سبک خودش مخصوصا اینکه مدل بیت و اینا حالا یه کوچولو ایرانیزه طور هم هست و این صدا گیتار الکتریک و اینا که میاد اینا باحاله ولی فکر کنم جا داره پخته تر بشه و داشته باشیم یه ورژن بهتری ازش و همینجور حالا بره جلو ببینیم چه جوری میشه
تو این چند تا ترکی که تا حالا ازش دیدیم ترکی نبوده که بگیم او مثلا خیلی ضعیف‌تر از اون یکیه، تقریبا داره توی سطح خوبی میره و تیکایی هم که توی آهنگ ما دیدیم که بود آشنا زده بود توی همون آیسی مانکی فری استایل بده اشتباه نکنم اسمش، و اونجا با اینکه ربطی به این داستان نداشت و کلی بود خیلی خوب اونا رو چرخونده بود و تحویل داده بود، باحال بود، یعنی اومده بود نشون بده این داستانش رو که میتونیم چیکارا بکنیم، در کل باحال بود. خسته نشید میگم به خودش و تیمش، اینم که تو این مدت خیلی کم اینو با ویدیو اینا جمع کرده بودن، سرعتی اینا و یه حداقل استانداردی داشت، خودش جذاب بود، دمشون گرم. بعضی رفیقا میان تونتون یه سری کارا میکنن که خیلی کیفیت واقعا پایینی داره، میگیری چی میگم؟ ولی اگرم قرار سری کار کنی یه کاری که حداقل یه مینیمم استانداردی داشته باشه. خلاصه ببینیم در ادامه چه جوری میشه و فکر کنم آشنا بعد یه دیس مستقیم بده، چون آهنگی که داده بود خیلی ربطی نداشت، بعد بیاد تمام تیکایی که بهش بوده رو با قدرت رپی برگردونه، ببینیم چه جوری میشه. خلاصه این از این، دمتون گرم است که تا این لحظه تماشا کردید. شما در کل طرفدار کدوم هستید، مشکی یا آشنا؟ و اینکه فکر کنم یه تیکایی هم پیاده انداخت اونجا که کتابی حرف نمیزنم اینا. حالا در کل بنویسید نظرتون رو. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.